به چه کسی میگن روحانی؟ وظیفه این شخص روحانی چی است؟ وقتی شما میگید کسی روحانی است، معناش این نیست که در تعریف شما میگنجه، بلکه معناش این هست که در یه جامعه ای آمدن یه واژه‌ای رو، یه لغتی رو، یه مفهومی رو با یه تعریفی ارائه دادن. درست مثل ما میگیم صندلی. ببینید صندلی با مبل، با میز متفاوته، ولی حتی با قالی یا رو زمین یا پله متفاوته. ولی بچه کوچیک وقتی مثلا یه جای میشته میگن رو صندلی نشستی، وقتی هم که رو پای پدر یا مادرش هم میشته میگه رو صندلی نشستم، وقتی هم که رو زمین میشته میگه رو صندلی نشستم، چون اون مفهوم نشستن رو میبینه. اینو به این دلیل عرض میکنم که باید دید واژه‌ها چه معنایی داره. در بسیاری از جوامع آدم روحانی کسی است که رابطه‌ای با دین داره. لغت روحانی به مسئله روح مرتبطه. اصولا بحث دین در بسیاری از جوامع، نه همه، به موضوع خدا و روح مرتبطه، اون جنبه انسانی غیر مادی. و بنابراین روحانی کسی است که یا با کار خدا یا با روح انسان و نه روان، چون روانشناسی است، روح انسانی کار داره و این در چارچوب مسائل مذهبی میاد. بنابراین ادیان آمدن یه سلسله ای از یه عده آدم رو برای خودشون به عنوان روحانی دانستن، یعنی گفتن این کسانی که آگاهی علمی دارن یا در چارچوب فعالیت های دینی هستن ما بهشون میگیم روحانی. حالا یا اینا بر اساس نه تعریف شما هیچ ارتباطی به روح دارن، نمیدونم. بعد برمیگرده به این که آدمای دیگری که تو همون راه هستن رو میشه روحانی دونست. یه ده میگن نه، ما وقتی میگیم روحانی این تا اونجا میره که یه لباس مشخصی داره. بنابراین شما وقتی که صحبت از روحانی میکنید غالبا یه آدمی است با یه لباس و یا یه آرایش متفاوت. اینو در بیشتر فرهنگ ها پذیرفتن. هستالی میفرمایید که من روحانی رو چنین کسی میدونم، این انتخاب و تصمیم شماست. به من میفرمایید، من حرفم این است که چون روحانی یه ادعایی داره که من یا با خدای ارتباطات ویژه‌ای دارم یا از او و کار او و کلام او خبر دارم، مادام که به مسئله علم توجه میکنه، خب شاید او یه چیزایی رو آنچه که به عنوان مثلا کتاب آسمانی است میدونه، ولی اونجایی که به من بخواد بگه من یا با اون دستگاه ارتباطی دارم و یا یه خبرهای خاصی دارم، من یکی زیر بارش نمیرم، برای اینکه درشون اونقدر چیزی ندیدم. حالا این مطلبی که شما میفرمایید، بنده قبل از انقلاب در ایران با دوستان بسیاری بحث و گفتگو داشتیم، همیشه هم عرض کردم من اینقدر که میان دوستان چپ و مارکسیست روحانیت دیدم، یعنی بحث اخلاقی و انسانی و اون چیزی که به عنوان جنبه های والا و بالای انسانیه، در میان اونایی که لباس روحانیت یا روحانی خودشون می‌دونستم ندیدم. ولی اینا، اینی که شما چگونه به مسئله نگاه می‌کنید، درست بس که فرض بفرمایید شما اگر بهتون گفتم یک پدر یا مادری است که مثلا بچه رو آزار میده، یا برخی از اوقات بدبختان من در کارم با روبرو بودم پدری که به دخترش تجاوز کرده، آیا هنوز شما میتونید بگید من پدره؟ شما میتونید بگید جانی جنایتکار، یه بیمار گرفتاره. بنابراین این واژه های معنای عام داره که معمولا مورد استفاده قرار میگیره. بنده معمولا این لغات رو به کار نمیبرم، چون فکر میکنم اینقدر دور از واقعیت و حقیقت هست که جای گفتگو داره. به علاوه اون کسانی که راجع به روحانی و روحانیات صحبت میکنن، من همیشه میگم برای که من بفهممتون لطف کنید یه تعریفی ازش بدید که این مثلا روحانیات یا اسپریچوالیتی چیه. تا به امروز در خدمتتون کسی به من تعریفی نداده که من اینو به اخلاق یا به روان یا به موضوع دیگه مرتبط نکنم و اصلا اینم جاش اونجاست. چون به یک اعتبارم واقعا روحانی به مفهوم روح، به دلیل اینکه هیچ کس تعریفی برای روح نداره، روحانیون هم بر این جهت تعریفی نداره. ولی اگر شما میگید کسانی که مدعیه یک نوع اصول اخلاقی و انسانی مبتنی بر ادیان یا فرمان و دستور خدا یا کتاب آسمانیان رو اونا روحانی میگن، ولی روزی که کار خودشون رو به درستی انجام ندن، مثل پدر یا مادری که نقش پدری و مادری رو به درستی انجام نمیدن، پدر و مادر نیستن، حتی بچه هاشون را ازشون میگیرن، که درست هم همینه در بعضی از موارد که این کار به درستی صورت میگیره، شما هم میتونید بگید این آدم روحانی نیست. حالا یه ده میگن روحانی نما،
جدن معتقد اصلا کل این ماجرا که کسی در دنیای امروز یه همچین ادعاهای خبر و ارتباطی داشته باشه یک در حقیقت ادعای بیپایه و بیمایه است. ولی این دیگه برمیگرده به اینکه شما چگونه به موضوع نگاه میکنید. آدمایی هم هستن، من فراوون شنیدم، گرچه مثلا پدر من یا مادر من هیچ وقت اونقدرها اطلاع نداشت، ولی از هر مثلا روحانی بر اساس تعریف اونا یعنی از برتر و بالاتر بود. این است که ولی شما هم برای خودتون یک تعریفی درست کردید. من و شما البته همیشه میتونیم، حق هم داریم، آزادی هم داریم که عقیده و نظری داشته باشیم، ولی وقتی بقیه به کار نمیبرند و به کار نمیگیرند موضوع دیگری است. بنابراین اگر من قرار باشه فرض بفرمایید یه مطلبی بنویسم و بخوام به گروه ها و قش های مختلف اجتماعی اشاره کنم، ممکنه بنویسم روحانیون. این به خاطر این نیست که من چی باوری دارم، ولی معتقدم وقتی این حرفو بزنم ای بسا 99% مردم میدونن من راجبه کیا دارم حرف میزنم. حالا یه عده میتونن بگن این روحانیون هستن که باعث هدایت ما، یه عده میگن باعث گمراهی ما، یه عده میگن در راه حقن، یه عده میگن ناحقن. بله، به تازه روحانی یک دین از نظر دین دیگه میتونه اصلا یه نوع فریبکار یا فریب خورده یا هر دو باشه، در حالی که وقتی به روحانیون دین خودشون میرسن اونها رو به عنوان نفوس برجسته ای که خبر از به هر حال موضوع ها و مطالبی دارن که ما ازش خبر نداریم. بنابراین در بحثی هم که من با آقای فروزنده داشتم، با امیدوارم هر چه زودتر بتونن دوستان در یوتیوب اونو پیدا کنن زیر عنوان همصدایی و صحبت های قبلی، در اون دو جلسه گفتگوی روشن فکری عرض من این بود که این لغت روشن فکر برمیگرده به یه ترجمه از لغت در حقیقت enlightened intellectual، که لغت enlightened برای عصر روشنگری است که جهان رو با نوری که انداختن به گونه دیگر دیدن، و ماجرا اینتلیکچوال که مسئله عقل و تفکر و تعقله، ما درش اینا رو ترکیب کردیم که ابتدا به صورت در حقیقت منور الفکر بود در آغاز انقلاب مشروطیت یا اوان دوران او، و بعدا تبدیل به روشن فکر شد. و به همجاست که بسیاری هم روشن فکرن، در این حال روشنگر هم هستن، یعنی روشن فکرن ولی چون فعالیت فرهنگی اجتماعی سیاسی دارن روشنگرن. ولی من خیلی با لغت روشن فکر دینی و نواندیش دینی راحت نیستم، برای که اینا مقدار با هم در تضادن. به جاش نوآور یا در حقیقت نوگرای دینی میشناسم که نگاه تازه‌ای میکنه، ولی البته خود تازه همون روشن فکر دینی با اندیشمند دینی تفاوتش در اینه که روشن فکر دینی در حقیقت یه نگاه انقلابی داره و در جهت اثبات، در حالی که نواندیش دینی به دنبال اصلاح و یه جوری امروزه و اینجایی کردن یه موضوع قدیمی است، و به هر حال هر کدوم از اینا تازه یه تعریفی با خودش داره. ولی حتی در همون زمینه روشن فکر و روشنگر و روشن فکر دینی و نواندیش دینی و نوآور هیچ اتفاق نظری نیست، برای که مثل هیچ جایی نیمدن بگن اینو بشکیم مهندس، اینو بشکیم دندان پزشک، اینو بشکیم وکیل، اینا تعریف نشده. و بنابراین مثلا دوستان چپ ما خیلی از اوقات روشن فکر فقط یه مارکسیسته، اگر شما مارکسیست نیستید روشن فکرم نیستید. بسیاری هم هستن که این رو در چارچوب یه ایدئولوژی دیگه، مثلا ایدئولوژی مذهبی میبینن. روشن فکر کسیست که این باور و اعتقاد مذهبی رو داره، و چون به نظر من بحث ایدئولوژی و مذهب ابدا نمیتونه انطباق کامل با مسئله روشنفکری داشته باشه، برای که روشنفکر یه موجودی است که از یه طرف همش سوال میکنه، نه اینکه جوابا رو حاضر داره، و ضمناً همیشه میگرده و جستجو میکنه که افکار و عقایدی رو که برگزیده رد کنه، یعنی به دنبال رد اون هست. و بارها عرض کردم اگر 5 جلد کتاب در جهت افکار عقاید خونده، 50 جلد در جهت عکسش خونده، خاطرش هست همه اعتراضات و اشکالات به اون باورش کجاست و همچنان اون رو داره، در حالی که بسیاری ادامه هستن که از قبل اصلا تصمیم میگیرن جواب چیه، حتی میپرسن موضوع چیه، بعد بر میگردن و براش مسئله طرح میکنن یا سوال طرح میکنن، در حالی که جواب رو از قبل دارن. من در اینجا بحث روشن فکری میرم، و اصولا یا آدمی که تمام زندگیش در این است که میخواد افکار و عقاید خودش رو از طریق انتقاد و نقدی که میپذیره تصحیح کنه، بهتر بکنه میبینم، نه اینکه یه باوری رو محکم داره و حالا دائما به دنبال این است که دلایلی برای
اثبات عقیده خودش پیدا کنه. البته این بحثی است که تو اون دو جلسه تا حدودی که فرصت بود با توجه به وسعت بحث من صحبتی داشتم، ولی به هر حال مطلب استالی رو هم شنیدم، ولی خب اون نگاه و نظر شماست به این موضوع. آقای دکتر، ولی در فهمش شما در موردی هستش که روحانیون در مسند قدرت نباشن و برای من تعیین تکلیف نکنن، در اون موقع فهمش شما رو کاملا درک میکنم، ولی وقتی که در یک حکومت دینی روحانیون خط مشیشون رو به من دیکته میکنن و اجتماع رو به اون طرف سوق میدن، آیا هنوز نظر شما این هستش که اون روحانیت، اون طبقه روحانیون، حالا هر تعریفی میخوان داشته باشیم ازش، اینها هیچ وظیفه ای ندارن که به اصطلاح در مقابل ظلم و ستمی که به اصطلاح همقطاران خودشون دارن اجرا میکنن به اصطلاح یه مقدار مردم رو آگاه کنن و سکوت نکنن؟ یعنی این در یک، من منظورم بیشتر در یک حکومت دینی هستش. اگر حکومت دینی نباشه، بله، روحانیت هر تعریفی میخواد داشته باشه، هر کسی هر تعریفی میخواد بکنه بکنه، ولی وقتی که به طور مستقیم در زندگی تک تک ما تاثیر میذارن و حکومت میکنن، اون موقع اینا یه نقش برجسته خواهند داشت و اگر سکوت کنن دیگه بهشون روحانی نمیشه گفت. من خب شما مرفی آخه ببینید عزیز، شما نمیخواید به این نقطه توجه کنید. شما یه باز تعریف های خودتون دارید. روحانی کسی است که یک، به امور دنیا کاری نداشته باشه، دو، به کار من کاری نداشته باشه. خیلی، این تعریف شماست. ولی خب بسیاری از آدمایی که روحانی هستن به دلیل باور به دین و جنبه ایدئولوژی و انقلابی بودنشون اصلا میگن ما هیچ چیزی جز همون دخالت تو همه چیز نیستیم. من و شما میتونیم بگیم ما هر کسی رو که وارد حریم سیاست شد روحانی نمیدونیم، هر کسی که درگیر قدرت شد روحانی نمیدونیم. خب انتخاب شماست، من مسئله ندارم، ولی من و شما باید بدونیم یه اصولی است که بقیه بریم چه بکنیم. برای من شما چرا بحث لغوی میکنیم؟ شما خیلی راحتتر میتونید بگید این کارها غلط است و این آدم صرف نظر از که خودش روحانی میدونه یا نمیدونه، دیگران میدونن کارش غلط است، غیر اخلاقی است، غیر انسانی است، و همینجا بمونید. ولی اون گفتگو که اینا روحانی هستن یا نیستن کسی نیست که معنایی داشته باشه. درست مثل این است که شما اگر یکی گفتن این دندان پزشکه، دیگه دندان پزشکه، حالا با همسرش هم دعوا میکنه کسی هم کشته، دندان پزشکه، و فرض بفرمایید رئیس جمهور هم میشه دندان پزشکه. این ماجرای روحانی ماجرایی است که اول شما باید به کسی بدید، بعد ببینید با چیزای دیگه در تضاد. اینا هستالی همچنان گوشه ذهنتون یه تصوری است که روحانی یعنی خوب، ولی وقتی که رفت بد شد دیگه روحانی نیست. خیلی خوب، حالا میتونیم بگیم روحانی بد یا میتونیم بگیم روحانی نیست، ولی این نظر شماست. ولی اگر این در جامعه پذیرفته نیست، خب گرفتاری است. بنابراین فرض بفرمایید اگر به شما بگن در ایران چقدر روحانی مثلا وجود داره، یک کسی ممکنه به آمار نگاه کنه بگه بر اساس آمار مثلا 300 هزار نفر گفتن ما این شغل و کارمونه و یا خودمون رو روحانی میدونیم. یه کسی ممکنه بگه از این 300 هزار نفر 3 نفرشون یا 30 هزار تاشون هستن، بقیه نیستن، بر اساس مثلا تعریفی که شما میکنید. ولی اینا دیگه ببخشید جناب دکتر، پس شما طبق فرمایش شما من اینجوری استنباط میکنم که پس ما هم میتونیم روحانی بد داشته باشیم، هم روحانی خوب داشته باشیم. من نمیدونم. ببینید عزیز، شما منو به بحثی که اصلا من حاضر نیستم واردش بشم، چون اصلا به نظر من حق این کارو ندارم. من نمیتونم بیام بگم اول یه روحانی رو خودم تعریف کنم، بعد به خاطر کارهایی که میکنه خوب و بد بدونمش. من عقیده مثل همون قضیه روشنفکریه دیگه. بس ما روشنفکر بد داریم، روشنفکر خود داریم. اگه قرار بشه نه آخه نه بر اساس اون تعریف که شما نه آخه شما نه نه صبر کنید. نه ببینید، باز آخه شما داستان روشنفکری یا هر چیز دیگه برمیگره به تعریفش. اگر شما برای روشنفکر حق خوب و بد قائلید، خب بله. نه من قائل نیستم. خیلی خب، شما نیستید عزیزم. خب من اصلا شما نیستید. خب من که نمیگم هستالی نظر من رو بپذیرید اصلا، ولی عرض من رو لطفا شما نمیتونید بگید من تصمیم گرفتم به مبل دیگه نگم مبل، دلم میخواد بگم آسایشگاه. آخه این کار رو من و شما نمیتونیم. ببینید، واژه ها رو من و شما نمیتونیم بسازیم. ما واژه ها رو باید تعقیب کنیم، با برچسبی که یا صفتی که به دنبالش میبندیم مثلا روشن کنیم. بنویسم میگن این روحانی روشن فکره یا
یا مثلا روحانی متعصبه. بنابراین میگن این سنت گراست، این اصول گراست، اون بنیاد گراست، این اصلاح طلبه، یعنی با صفتی که بهش نسبت دادن. یه دفعه میگن اصلا دروغه، اون کار میشه کرد. تا اینکه من شما بیام رو واژه ها صحبت کنیم، به هر حال هر جور میلی شماست، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.